بررسی های انجام شده نشان می دهد بالاترین میزان زندانی در جهان در شهر مسلمان نشین اویغور در غرب چین قرار دارد. جدیدترین اطلاعات لو رفته توسط آسوشیتد پرس نشان می دهد که تقریبا از هر 25 نفر در یکی از شهرستان های مسلمان نشین مرکز اویغورهای چین دست کم یک نفر به اتهام های مرتبط با تروریسم به زندان محکوم شده که این مقدار بالاترین میزان زندانی شناخته شده در جهان است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی از بیشترین منطقه جهان که زندانی در دل خود جای داده پرده برداشت. در فهرست منتشر شده توسط این خبرگزاری بالاترین میزان زندانی در جهان را در شهر مسلمان نشین اویغور در غرب چین مشخص می شود. در این گزارش تایید شده اسامی بیش از 10,000 اویغوری ذکر شده که فقط در شهرستان کوناشهر در جنوب سینکیانگ در زندان به سر می برند. این گزارش تا به امروز حاوی بزرگترین فهرستی است که با اسامی اویغوری های زندانی منتشر شده و نشان دهنده وسعت کمپین دولتی چین است که تخمین زده می شود میلیون ها نفر را به اردوگاه ها و زندان ها کشانده است. در سالهای اخیر چین سرکوب وحشیانه ای را علیه اویغورها، اقلیت عمدتاً مسلمان، به راه انداخته که آن را جنگ علیه تروریسم توصیف کرده است. این گزارش همچنین مهر تاییدی است بر آنچه که سالها خانواده‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره مسلمانان اویغور می‌گفتند. خانواده‌های اویغوری و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته بارها گفته‌اند که چین برای کنترل اویغورها به سیستم حبس طولانی مدت متکی است و از قانون به عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده می‌کند. آقای مجتبی اخوان، مدیر سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن دی سی آمریکا با ماست. آقای اخوان سلام، وقتتون بخیر. با سلام به شما و بینندگان محترمتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. خیلی ممنون. سیاست چین در آنچه جنگ علیه تروریسم نامگذاری شده، اویغورها رو فقط مورد هدف قرار داده یا همه مسلمانان؟ بفرمایید. ببینید، باید در نظر بگیریم که شینجان، ایالت شینجان 4 برابر اندازه آلمان هستش و بیشتر از 1,000,000 مسلمان همونطور که فرمودید در زندان‌های این منطقه هستند. اویغورها یا ویغورها در این منطقه تجمع دارند و جدا از هانهای چینی زندگی می‌کنند. چین نشون داده در سالهای اخیر سیاستش این بوده که مشکل بزرگ رو اول حل میکنه، به این معنی که شینجان مرز جغرافیایی داره با 8 کشور و برای اینکه چین بتونه از نظر اقتصادی و سیاسی هم کنترلی داشته باشه به اون منطقه و استفاده اقتصادی از اون منطقه بکنه، اویغورها رو مورد تهاجم قرار داده و اینها رو زندانی کرده و مشکل منطقه رو از نظر اقتصادی و سیاسی خواسته با همدیگه حل بکنه و متاسفانه بالای 90% این جمعیت مسلمان هستن. با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت کمونیست چین از زندگی روزمره مسلمانان و پیروان دیگر ادیان در این کشور چه اطلاعاتی دارید؟ بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، همه اقلیت‌ها در چین یک نوع کنترلی روشون هست، به این معنی که نمیتونن آزادانه دین خودشون رو ترویج کنن. مساجدی در چین، در جاهای دیگه چین هستش، ولی رفت و آمد به اونها خیلی کنترل شده است. افراد دورا دور مورد نظر هستن. مسلمانانی که غیر از اویغور هستن الان مورد رصد چین نیستن، ولی همه متفق القول هستن که اول اویغورها هستن و بعد تمام نظرهایی که در این مورد هستش که چه شکلی بتونه چین مقابله بکنه با بقیه اقلیت ها در رده بعدی خواهد بود. مسیحی ها، یهودی ها و دیگران که اقلیت های مذهبی هستند در چین مورد نظر هستن و متاسفانه نمیتونن آزادانه به دین خودشون برسن.
در زمینه تلاش برای آزادی این حجم بالا از زندانیان اویغور، آیا کشورهای مختلف و NGOها و سازمانهای حقوق بشری تلاشی کردند؟ ببینید، یه سوال خیلی کلیدی و جوابش چند بعد داره. یکی این هستش که کشورهای مختلف فقط یه بیانیه‌هایی دادن، سعی کردن ریپورت‌هایی رو درست بکنن، ریپورتاژایی درست بکنن که این مسئله رو فقط بیان بکنه، یک دیدگاه سیاسی نسبت به موضوع دارن. ولی از نظر اقتصادی چین که 1/5 جمعیت دنیا رو داره، 5/5 جمعیت دنیا رو تغذیه کالایی داره میکنه. نه تجاری که به چین میرن تا الان تصمیم گرفتن که دیگه از چین خرید نکنن. کشورهای بزرگی که رابطه مستقیم با چین دارن از نظر اقتصادی رابطهشون قطع نکردن. کارخونه های بزرگی که در منطقه شینجان یا مناطق مختلف هستن هنوز از افرادی که از شینجان یا به زندان رفتن یا فرستاده شدن برای کارخونه های مختلف که اونجا کار بکنن، هنوز از این اویغورها استفاده میکنن. پس از نظر سیاسی یک نوع نظر مخالفت از طرف کشورها و NGOها بوده، ولی از نظر اینکه بویکات بکنن از نظر اقتصادی چین رو، متاسفانه هیچ کشور، هیچ ارگان، هیچ کمپانی و هیچ شرکتی این کار رو انجام نداده و از نظر اتحادی که بتونن مسلمان‌ها و افراد دیگه بر علیه چین داشته باشن، متاسفانه ما این اتحاد رو نمی‌بینیم. خیلی خوب می‌شد که اگه تجاری که به منطقه میرن از جای دیگه کالاهای خودشون رو، حتی اگه گرون‌تر هستش، تهیه بکنن، ولی متاسفانه کشورها، شرکت‌های مختلف این رابطهشون رو نگه داشتن و کجدار مریض دارن میکنن با موضوع. با یه دست به قول معروف پیش میکشن و یه دست پس میزنن که میگن تلاش برای آزادی اویغورها دارن، ولی متاسفانه قدم های محکمی رو برای این مسئله در این مورد بر نمیدارن. آقای مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن دی سی آمریکا، با ما همراه بودند.